درود بر شما همراهان همیشگی. با مروری کوتاه در خبرهایی که طی چند روز گذشته در شبکه‌های خبری ترک زبان منتشر شده است، می‌بینیم که به نوعی گرفتاری این روزهای مردم ایران موجب رضایت سیاستمداران ترکیه شده است. آنهایی که موجب به بار آوردن خسارت و مصیبتی عجیب در خاک ایران شدند. و نکته قابل توجه و ترسناکتر این ماجرا این است که پایان ماجرا اینجا ختم نمی شود و با دقیق تر شدن در اقداماتی که سیاست مداران ترکیه ای انجام دادند و در صدد انجام آن هستند، در خواهیم یافت که این تنها نوک کوه یخ فاجعه و بلایی است که به دست سیاست مداران این کشور قرار است بر سر ایران بیاید. اما ماجرا از چه قرار است؟ شاید در اغلب شهرهای ایران طی روزهای گذشته شاهد هجوم ریزگردها و هوای بسیار بیکیفیت و غیر قابل تنفس بوده اید. در کنار همه بحثهایی که تا کنون در مورد آلودگی هوا در ایران و مسببان آن شده است، شاید تا کنون به نقش ترکیه تا کمتر اشاره شده است. به نوشته یک کارشناس روابط بین الملل در اسوشیتد پرس، امروز نتایج سدسازی‌های اردوغان روی دجله و فرات به تهران هم رسیده است تا ایرانی‌ها اندکی متوجه عمق فاجعه‌ای بشوند که قرار است بر سرشان بیاید. فاجعه‌ای که اگر در هر کشور دیگری در جهان بود، مدت‌ها قبل سیاست مداران آن کشور جلوی آن را می‌گرفتند. اما سران فاسد رژیم جمهوری اسلامی به دلیل بده و بستان‌های سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی، ما اینکه سالها قبل از آن آگاه بودند، در مقابل آن سکوت کردند. مطابق این گزارش، ساخت 14 سد بر فرات و 8 سد بر دجله توسط ترکیه، تالاب‌ها و کشاورزی عراق و سوریه را نابود و گرد و خاک ابدی و زندگی جهنمی را به ایران هدیه داده است. به گزارش همشهری، در فاصله کمی از محل خیزش این موج از گرد و غبار، سد ایلیسو در جنوب شرق ترکیه قرار دارد که 24 آبان سال گذشته افتتاح شد تا جلوی جاری شدن 43 میلیارد متر مکعب آب را در بستر دجله و فرات بگیرد. بنابراین ریزگردهای اخیر ایران که نیمی از کشور را در بر گرفت، نخستین محصول احداث سد بزرگ ترکیه است. این در حالی است که از طرف دیگر با سدسازی های سپاه که تنها به دلیل سودجویی بیشتر آنها صورت گرفته است، بسیاری از کارشناسان علت دیگر پیدایش پدیده گرد و خاک را منشأ داخلی دانستند. در همین راستا، مشاور سابق رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در توضیح علت ورود گرد و غبار به تهران که هزاران کیلومتر با شهرهای مرزی فاصله دارد، میگوید ما هم به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از خرابکاری‌های زیست محیطی در کشورهای همسایه و هم به دلیل سکوت در برابر خرابکاری‌ها در خاک کشورمان، در حال مدفون شدن زیر خاک هستیم. او در ادامه افزود که اگرچه شهرهای مرزی شامل گرد و خاک‌هایی هستیم که منشأ خارجی دارند، اما دشت‌های اطراف تهران مثل شهریار و ورامین با افت آب‌های زیرزمینی و فرونشست باعث تشدید گرد و غبار در پایتخت شدند که شاخص آلودگی را تا 5 برابر بیشتر از حد مجاز کرده است که موجب مرگ هزاران نفر خواهد شد. او در توضیح عوامل خارجی به سدسازی در ترکیه اشاره کرده است و گفته است که درباره سدسازی در ترکیه باید کنسرسیومی با کشورهای همسایه تشکیل می‌دادیم و قبل از اینکه دیر شود علیه ترکیه در دادگاه لاهه شکایت می کردیم. اما برخی افراد پرنفوذ در صدر نظام اجازه این کار را ندادند. او در زمینه خشکی سیستان و بلوچستان هم می گوید که جمهوری اسلامی نتوانسته است حقابه خود را از افغانستان بگیرد و این کشور در گذشته و حال از دادن حقابه به ایران امتناع کرده است. ادعای مشاور سابق رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ارتباط با سدسازی ترکیه و دیگر عوامل خارجی در دولت‌های قبلی نیز مطرح شده بود. حسن روحانی، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی، گفته بود که گرد و غبار ایران 20% منشأ داخلی و 80% منشأ خارجی دارد. اما به نظر می‌رسد مشکلی که مقامات ایرانی مطرح می‌کنند بیشتر به فرار از پذیرش مسئولیت نزدیک است تا به واقعیت.
بسیاری از کارشناسان میگویند که اینها تنها ثمره بی‌توجهی مسئولان رژیم است. گفتنی است که ریزش گرد و غبار شدید که طی روزهای گذشته علاوه بر تهران بخش‌های غربی و شمال غربی کشور را در نوردید، اگرچه نخستین موج ریزگرد با آغاز همزمان فعالیت کانون‌های داخلی و خارجی است، اما آخرین آن نخواهد بود و طی سال جاری باید منتظر موج‌های متعدد ریزگرد باشیم. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار، گرد و غبار هفته اخیر کشور ناشی از شکل گیری جبهه‌های گرد و غبار بین دو کشور سوریه و عراق است که به گزارش همشهری در فاصله کمی از محل خیزش این موج از گرد و غبار، سد ایلیسیو در جنوب شرق ترکیه قرار دارد که 24 آبان سال گذشته افتتاح شد تا جلوی جاری شدن 43 میلیارد متر مکعب آب را در بستر دجله و فرات بگیرد. بنابراین ریزگردهای اخیر در ایران که نیمی از کشور را در بر گرفته است، نخستین محصول احداث سد بزرگ ترکیه است. بر اساس رهگیری نقشه ریزگردها در سایت جهانی بارسلون، توده گرد و غبار اخیر ابتدا بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را در بر گرفت و بعد وارد ایران شد. جریانات جوی که طی دهه اخیر در اثر تغییر اقلیم به وجود آمده است، بخشی از عوامل این وضعیت است و خشکیدگی مناطق غربی عراق به ویژه استان الانبار و رها شدگی اراضی کشاورزی و کمبود آب در این کشور در پی احداث سد ایلیسو عامل دیگر هجوم ریزگردها است. نقشه های هواشناسی نشان می دهند که منشأ بخشی از ریزگردهای اخیر داخلی هم هست، اما موج اصلی ناشی از هجوم ریزگرد عربی است. اتفاقاتی که موجب شد شاخص آلودگی هوا در ساعاتی از بعد از ظهر در تهران به عدد ترسناک 491 برسد و این در حالی است که سازمان‌های هواشناسی پیش‌بینی می‌کنند که این شاخص در ماه‌های آینده می‌تواند اعداد بالاتری را هم ببیند، اتفاقی که می‌تواند تهران را با اختلاف به آلوده‌ترین شهر جهان تبدیل کند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.